سلام گرم و صمیمانه. سهیلا دادان هستم و با همکارانم در بخش فنی برنامه دیگری از سری برنامه های برای آزادی زندانیان سیاسی را از کانال جدید تقدیم شما عزیزان بیننده میکنیم. در برنامه امروز به حفر قبرهای جدید در خاوران میپردازیم و در این رابطه گفتگویی داریم با خانم لادن بازرگان و جناب امیر نیرو از خانواده های جانباختگان قتل عام دهه 60 و تابستان 67 و فعالین جنبش دادخواهی. خوش اومدیم به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. من هم خدمتتون سلام عرض میکنم و ممنون که دعوت کردیم. سلام و درود به شما و بینندگانتون. خیلی ممنونم کنم دعوت. ممنون از حضورتون. از شما شروع میکنم جناب امیر نیرو. لطف کنید یه توضیح بدید برای کسانی که ممکن هستش کمتر آشنایی داشته باشن به خاوران. وقتی میگیم خاوران یعنی چی و چگونه شکل گرفته این خاوران؟ خاوران که به نام گورستان هاشم آباد، گورستان ارمنی ها، گورستان هندی ها، گورستان بهایی ها در شرق تهران معروف بود، تا دهه 60 این گورستان یک گورستان ناشناخته محسوب می شد که بیشتر اقلیت های مذهبی در اون بسیار تدفین داشتن. اما با شروع سرکوب و شدت گرفتن سرکوب ها توی خرداد 60 و گسترش اعدام ها، اولین دسته زندانیان سیاسی اعدام شده مارکسیست رو به این گورستان بردن به دلیل تصرف و فتوایی که وجود داشت اینها نجس هستند و نباید در گورستان مسلمین دفن میشن. اینها رو بردن در این گورستان دفن کردن. این روند ادامه داشت تا اونجایی که من اطلاع دارم، احتمالا دقیقم نیست، تا 62-63 این روند ادامه داشت، به خصوص زندانیان مارکسیستی که مارکسیستایی که مسئولین سازمان ها بودن، به یک شکلی شناخته شده بودن، رو در این منطقه دفن کردن. اما خاوران از اونجای خاوران شد و در تاریخ ما نقش خودش رو به عهده گرفت که کشتار 67 صورت گرفت و شروع اون کشتار بی اطلاعی خانواده ها باعث این شد که به دنبال سرنخ‌های باشن که این بچه ها رو کجا دفن کردن، چون سازمان بهشت صحرا نمیپذیرفت همچین اتفاقی افتاد یا این جنازه ها رو بهشون دادن. هیچ گورستانی در این زمینه هیچ اطلاعاتی نمیداد، تا اینکه به سلام حرکت های مشکوکی در گورستان خاوران دیده شده بوده که من شما را ارجاع میدم به شهادتی که خاطره معینی در این زمینه داره که اون روزی که رفتم به زیبایی تصویر میکنه. یکی از سنت های مهمیه که در همیشه میشه ازش استفاده کرد. ردهای اعدام ها به سلام محل دفنا پیدا میشه. انقدر با عجله این محل رو کنده بودن که کانالی بوده، کانال بسیار باریکی، و این پیکر این عزیزان رو روی هم ریخته بودن و انقدر با عجله بوده که خیلی خیلی از اینها تیکه های از بدنشون بیرون بوده، تیکه های از لباساشون بیرون بوده. به دلیل اینکه محل مشخصی معلوم نبوده که این عزیزان کجا دفن شدن به مفهوم قبرهای تک به تک، یک تصمیم جمعی خانواده ها میگیرن که گورستان خاوران رو به عنوان محل تدفین همه کسانی که تو اونجا هستن در نظر گرفته بشه. امکان علامت گذاری نبوده و از طرف دیگه امکان حتی اگر دو تا سنگ رو هم میذاشتن فرس رو میدوند سنگ رو هم نبوده، میزدن خراب میکردن. سالها گورستان خاوران که بعدها به گلزار خاوران بین خانواده های اعدام شدگان معروف شد، این گورستان تا اواسط دهه 70 همچنان فقط محل تجمع خانواده ها بود. وحشت رژیم دقیقا از همینجا شروع شد. خانواده ها دوران مرهم گذاریشون، اون دوران غم سنگینی که داشتن بعد از گذار از اون، همدیگر رو پیدا کردن. شبای جمعه دور هم جمع شدن، پنجشنبه های آخر سال تبدیل شد به یک میتینگ برای اونها. و این قضیه برای دولت ایران هزینه سنگینی رو داشت. یادآوری
این که چه اتفاقی افتاده، هر شب جمعه، هر پنج شنبه آخر سال، هر تابستون شهریور ماه، مرداد شهریور، خانواده ها جمع شدنشون اونجا، این یک هزینه سنگین به دولت ایران تحمیل میکرد. گزارشگران ویژه سازمان ملل که رفتن در این زمینه تحقیق کردن، خود گزارش به سلام مصاحبه نامه که منتظری نوشتش، من 2800 تا 3800 نفر رو اعلام کردن که در طی این تابستان قتل عام شدن. لیستی وجود داره که نزدیک به 5000 اسمه. اینها در کل ایران این مسئله مطرح میشه، ابعادش هنوز مشخص نیست، ولی خاوران از اونجای خاوران شد که گره خورد به کشتار زندانیان سیاسی و شد نقطه مقاومت خانواده ها. خانواده ها در خاوران سلاحی نداشتن، یک عکس بود محل دفن بچه شد. ممنون. من سوال بعدی رو از شما شروع میکنم خانم بازرگان. خب همجور که در جریان هستی، جدیدن قبرهای تازه حرف شده در خاوران و اعتراضات وسیع از جانب خانواده های این جانباختگان صورت گرفته. سوال من این هستش، چرا خانواده های جانباختگان دهه 60 و تابستان 67 با این اقدام مخالفت کردن؟ بله، کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 یک فاجعه ملیه و خاوران نمادی از جنایت‌های رژیم در تمام 40 سال گذشته است. هیچ رژیمی در هیچ کجای دنیا هرگز زندانیان سیاسی رو که حکم داشتن سالها در داخل زندان بودن و هیچ جرم جدیدی مرتکب نشده بودن رو اعدام نکرده. جنایت‌های زیادی در دنیا انجام شده به عنوان نسل‌کشی، به عنوان جنایت علیه بشریت و یک قوم علیه قوم دیگر یا یک رژیم علیه دیگر اندیشانش، ولی کشتار زندانیان سیاسی حکمدار در هیچ کجای دنیا اتفاق نیفتاده و این هم باز یک لکه نگیز بر کارنامه سیاه رژیم جمهوری اسلامی ایران. خاوران باید حفظ بشه برای اینکه همونطوری که گفتم تاریخ برای ما تکرار نشه. وقتی که ما با گذشته خودمون برخورد نمی کنیم و رژیم با لاپوشانی که در رابطه با این جنایت کرده و اجازه نداده که نسل‌های جدید اندازه کافی راجبش بدونن و ابعاد این جنایت رو بسته و هرچی که ما راجبش می دونیم از جان به در بردگان از این جنایت و یه خاطره کوچیکی که خانواده ها داشتن و دیدن و هنوز بعد از گذشت 32 سال از این جنایت علیه بشریت هیچ کدوم از افراد رژیم نیومدن اطلاعاتشون رو به ما بدن که چرا این تصمیم رو گرفتن، چرا این جنایت رو انجام دادن، بجز خاطراتی که آقای منتظری منتشر کردن و فتوای خمینی رو در اونجا گذاشتن که عملا خواستار شده که با اشد مجازات با مخالفین برخورد بشه و اونها رو از بین ببرن. ما هیچ مدرک دیگه نداریم که اینها باید همه رو بشه و اینها استمرار جنایت علیه بشریت حساب میشه و به همین دلیل که کسانی که به هر نوعی در پنهانکاری و انکار این جنایت هم دست داشتن به عنوان جنایت علیه بشریت حساب میشن و قابل تعقیب قانونی هستن. خشونت های دهه 60، کشتار سال 67 فقط بخشی از جنایت های این رژیمه. بعد از اون ما میایم قتل های زنجیره ای رو داریم، جنایتی در کوی دانشگاه اتفاق افتاده، دیماه جنبش 88، دیماه 96، آبان 98، هواپیمای اوکراینی که ساقط کردن. این همینطور به خاطر اینکه ما نتونستیم این رژیم رو مسئولیت پذیر بکنیم و به خاطر جنایت هایی که انجام داده محکوم بکنیم و حق خودمون رو ازش بگیریم و اون جنبش دادخواهی، باعث شده که این جنایت ها تکرار بشه و نسل های جدیدی هم با این مشکلات روبرو بشن. در نتیجه خاوران باید به عنوان سمبولی از جنایت های رژیم حفظ بشه و همونطور که اردوگاه های آشویتس و اردوگاه های دیگه که سمبول جنایت های رژیم نازی هستن حفظ شده، برای تاریخ که دنیا بیاد و اون رو تماشا بکنه، ما هم باید این محل رو حفظ بکنیم. با اینکه میدونیم همه عزیزان اونجا خاک نیستن و نمیدونیم دقیقا چه کسی اونجا هست چه کسی نیست و 30 سال گذشته، ولی این یک نمادی از این فاجعه ملی است و نمادی از یک رژیم ایدئولوژیه که برای موندن و در قدرت بودن حاضر به هر جنایتی دست بزنه و از هیچ رذالتی روگردان نیست. ممنون. برمیگردم به شما جناب نیلو. بارها جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته تلاش کرده به نوعی خاوران را از بین ببره.
چرا جمهوری اسلامی تلاش میکنه که دست به تخریب خاوران بزنه از نظر شما؟ من تو قسمت اول صحبتم گفتم خاوران شد نماد مقاومت خانواده ها و محل تجمع. دولت ایران از یک چیز همیشه وحشت داره، شما میتونید منفرد باشین، هر چی دوست دارین بگین، ولی اگه شدین دو نفر، اگه شدین یک جمع، باهاتون مشکل دار میشه. برای همین تجمع خانواده ها، بعدها نامه هایی که خانواده ها نوشتن، بعدها تبدیل شدن شبهای جمعه به پنجشنبه های شبهاش تبدیل شدن به یک محل ملاقات، تبادل اطلاعات، تبادل نظر، پنجشنبه های آخر سال، فراموش نکنیم علی صارمی یکی از اتهاماتش که در کیفرخواست علیه صادر کرده بودن این بود که حضور در خاوران و سخنرانی در خاوران بود. علی صارمی در خاوران حرف عجیب و غریب نزد، خاطرات خودش و عزیزانی که از دست رفته بودن رو بیان کرد، ولی یکی از مفاد کیفرخواستش این بود خاوران باید به یک شکلی. برای همین شما در نظر بگیرید مادران ما، خانواده های ما که می رفتن اونجا اکثرا سنین بالایی هستن، اینا چیکار میخواستن بکنن که مثلا نیرو انتظامی یا لباس شخصی میمدن اینها رو با اون وضعیت از اون منطقه خارج میکردن؟ تازه دور تا دور اون قبل اون محل هم که دیوار کشیدن، بیرون کسی ما رو نمیدید اینها رو که، ولی اون حضور، اون بودن اونجا برای اینها مسئله بود. چون همونجوری که امروز مادران ما یک به یک داریم از دست میدیم، ولی نسل جدیدی از دادخواهان داره به وجود میاد، نوه های اونها هستن، اونها تو همین رفت و آمد ها بوده که به سر واقعیت ها رسیدن. برای همین در طی این 30 سال بارها رژیم ایران تلاش کرده خاوران به یک شکلی محو کنه. خبر اومد که بولیزر انداختن، صاف کردن، اکثر به صلاح استخونها رو در آوردن. امروز دارن این کار میکنن، یه مدت درش رو بستن، جلوش به قول ماشین رو انتظامی به طور مرتب بایستد که کسی وارد نشه. همه کار کردن ولی این نتیجه نمیده. من یه نکته خدمتون عرض کنم، امروز میدان چیتگر که محل اعدامهای سیاسی در زمان حکومت پهلوی بوده امروز نیست، ولی در تاریخ باقی مونده. میدان چیتگر در تاریخ باقی مونده. امروز محل اعدام سور اسرافیل در باغ شاه وجود نداره، به ساختمون تبدیلش کردن، ولی در تاریخ مونده. خاوران در تاریخ باقی خواهد بود. حتی اگه خاوران رو پاک کنن، روی ساختمون بسازن، خاوران اسم رمز شب ماست، خاوران اسم مقاومت ماست. اگه خاوران رو توی این جنبش انتخاب میشه که بگن خاوران، فقط به عنوان سمبله. ما همش میگیم خاوران در شهرهای دیگه هم وجود داره، لعنت، همونجور که یک دوره لعنت آباد بود، امروز خاوران فقط سمبله، اسم رمز ماست برای عبور از این شهر. بله، من میتونم یه صحبتی بکنم در این رابطه؟ من مخالفم با نظر ایشون، برای اینکه تحقیقات علمی نشون میده که به طور کلی تمام انسان‌های دنیا به استخون‌های عزیزانشون اهمیت میدن و در تمام جنگ‌ها و دوره‌های سابق هم برای همه مهم بوده که برگردن برن اجساد کشته‌شدگانشون رو بیارن و دفن بکنن با آیین و مراسمی که داشتن. یک چیزی نیست که فقط برای ایران باشه. خاوران فقط یک سمبل نیست که ما اجازه بدیم روش چیزی بسازن. خاوران جاییه که هزاران جان خفته و شیفته‌ای که عاشق کشورشون بودن و برای آزادی و سربلندی مبارزه می‌کردن اونجا خفتن، و این ما به هیچ قیمتی نباید اجازه بدیم که این رژیم این صحنه رو از ما بگیره. و همونطور که ایشون گفتن فقط خاوران نیست، گروه‌های دیگری هم حتماً هستن، جنایت‌های رژیم خیلی سابقه داره، اونها هم باید پیدا بشه، همونطوری که چندین تا از کمپ‌های رژیم ناسی نگهداری شده، ما هم باید از اینها با چنگ و دندان این چیزها رو حفظ بکنیم که بتونه بنایی باشه برای یادآوری، برای به خاطر آوردن اینکه اجازه ندیم رژیمی دیگر با نامی دیگر و ترفندی جدید بخواد به ما سوار بشه و جنایت های این چنینی انجام بده. بله،
من سوالم با شما ادامه میدم خانم بازرگان. همجور که میدونیم قبر جدید متعلق به جامعه باهایی ها هستن، فکر میکنید چرا باهایی ها انتخاب شدن و به نظر شما آیا سیاست هایی پشت این انتخاب هستش؟ اینها از روز اول با بهایی از همه بیشتر دشمن بودن، به خاطر اینکه بهاءالله پیامبر بهاییان در واقع، چون اونها کتاب دینیشون قرآنه ولی اونها عقیده دارن که مهدی ظهور کرده و بهاءالله مهدیه، چون سنه تنها اسلحه شیعه ها از دستشون گرفتن، بهایی ها از روز اول نجس و نامطلوب حساب می شدن. اصلا از قبل از اینکه به قدرت بیان شیعیان متنفر بودن از بهاییان و اونها رو به طور کلی اصلا شهروند نمیدونن، اصلا اونها رو انسان نمیشناسن به خاطر مسائل دینی و مذهبی خودشون. کما که بلافاصله بعد از انقلاب اولین کسانی که قربانی جنایت های رژیم شدن ارتشیان و نفرات بالای رژیم شاه و بهایی ها بودن. یعنی جنایت هایی که در حق اینها کردن هم باید در تاریخ ثبت بشه، اوتو کشیدن پشتشون، شلاق هایی که زدن، کتک هایی که زدن، اصلا که بخوان مجبورشون بکنن که مسلمان بشن. و شما اگر روزنامه های دهه 60 رو نگاه کنید، ده ها آگهی میبینید واقعا این تبعیض و بی‌عدالتی که در حق این انسان شده، که میمونن در روزنامه آگهی میدادن که ما بهایی نیستیم، ما مسلمان شدیم که نیان اموالشون رو نگیرن، همه زندگیشون از چنگشون در نیارن. و الان هم بهایی ها هیچ از تمام حقوق شهروندی محرومند. اگر در جایی بگن که ما بهایی هستیم، مدرسه که اجازه میدن، دانشگاه راهشون نمیدن، اجازه خروج از کشور ندارن مگر اینکه در گواهی پاسپورت بنویسن که مسلمان هستن. در نتیجه از روز اول، از فکر میکنم تیر ماه سال 60 که رژیم تصمیم گرفت زندانیان اعدام شدگان چپ رو هم در بهشت زهرا دفن نکنه و اونها رو هم نجس میدونستن و اینا، اول که خمینی میخواد جسدهاشون رو ببره بندازه توی بیابون پیشینه صدر اسلام، وقتی بهش گفتن در یک جامعه مدرن یا همچین کاری نمیتونی بکنی، تصمیم گرفتن که زندانیان چپ رو هم این قبرستان بهایی های قبرستان بزرگ زمین بزرگ، یعنی قسمت اون رو دادن به اختصاص دادن به زندانیان چپ. برای بهایی ها البته خوشبختانه اجازه میدادن که اونا گل و درخت و اینا بکارن، ولی برای زندانیان چپ این رو هم دریغ کردن و اجازه نمیدن هیچ چیزی ما در اونجا بکاریم، هیچ سنگی بذاریم، و میان به همه رو میکنن به خاطر اینکه میخوان هم بی احترامی کنن به یاد و خاطر عزیزان ما و هم درس عبرتی بدن به خانواده ها و به دیگران که نتیجه مخالفت ما اینه که ما همه امکانات رو از شما میگیریم و نام و یاد شما رو نابود میکنیم و حتی اجازه نمیدیم بعد از مرگتون یک سنگ بر روی قبرتون باشه و یا یک گل اونجا بکاریم. و میگم به همونطور گفتم بهایی ها اینا چون خودشون کاملا سرکوب شده هستن، انتخاب اونا و قرار دادن خانواده ها در مقابل یک گروه دیگری که خودشون از قربانیان رژیم هستن و سرکوب شده با این رژیم، حرکت رژیم بوده که سعی کرده ما رو در مقابل هم قرار بده، که خوشبختانه خانواده ها با هوشیاری جلوی این حرکت رو گرفتن و بهایی های عزیز هم در کنار ما ایستادن و اعتراض کردن، گفتن که حاضر نیستن مرده هاشون رو بالای سر مرده دیگری بکارن و با آمین و ادیان اونها هم نمیسازه، که خوشبختانه الان برشون اعلام کردن جدیداً دو تا دیگه از کشته شده معطوفیانشون رو اجازه دادن در قسمت خودشون خاک بکنن، برای اینکه هنوز زمین دارن، اصلا لزومی نداره که به خاوران اینها رو منتقل بکنن. بله، شما به واقع جواب سوال بعدی من هم دادید که وظیفه خانواده های جانباختگان دهه 60 تا 67 نسبت به این حفل جدید چی هستش؟ ولی میخوام از جناب نیرو بپرسم نظر شما در این مورد چی هستش جناب نیرو؟ ببینید، هر چقدر ما بتونیم این وقایعی که اتفاق افتاده مستند کنیم، اینها رو بتونیم در ویدیوها در کتاب خیلی اومده ولی کمه، ویدیوهای بسیاری در این زمینه وجود داره، کتابهای بسیاری در زمینه جنایتهایی که اتفاق افتاده وجود داره، و به خصوص اگر ما الان چیزی که دوست عزیزمون خانم بازرگان بهش اشاره کردش، ما نسبت به قربانیان دیگه هم اگر حساسیت نشون بدیم، این یک همبستگی رو وجود میاره بین ما. خب خانواده زندانیان، خانواده قربانیان اعدام شدگان سالهای طی این 40 سال، اینها در کنار همدیگه هستن. اگه اینها بتونن کنار با قربانیان دیگه ای که وجود مثل بهایی ها، مثل کسانی که در قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد، یعنی این
به عنوان دادخواهانی که در 40 سال اخیر از زوایای مختلف به اینها ستم شده، محرومیت های اجتماعی بهشون تحمیل شده. این تنها راهیه که میتونه همونجوری که توی خاوران با تمام فشاری که به جامعه بهائیت اومدش نپذیرفتن این کار رو انجام بدن، حاکمیت رو مجبور به عقب نشینی میکنه و امکانی وجود داره که بتونه خاوران باقی بمونه. ولی اگر تصور کنیم که یک برخورد اشتباه صورت میگیره و از این بسیار این رو به یک شکاف عمیق بین ما تبدیلش میکردن، طبیعتا برنده بازی حاکمیت ایران بودش. برای همین تنها چیزی که برای ما وجود داره اینه که تلاش کنیم این همبستگی خانوادگی، این همبستگی درد و مشترکی رو که داریم، فرقی نمیکنه که این درد و مشترک مربوط به از چه زاویه است. جامعه بهائیت ایران به یک شکلی این ستم بهش شده، جامعه اقلیت‌های قومیمون به همین شکله، تنها به این یک زاویه، یک نقطه، ما نقطه مشترک داریم. اون نقطه مشترکمون درسته کل جامعه ایران ستم بهش شده، ولی در بعضی از موارد ستم مضاعف بوده. برای کسی که عزیزش را دست داده، برای کسی که محرومیت اجتماعی کشیده، یک مقدار این ستم مضاعف‌تره. برای همین تنها سلاح ما در حال حاضر مستند کردن این جنایت هست. این جنایت ها مستند بشه، تلاش بشه که یک شبکه، یک مجموعه همبستهی به وجود بیاد برای دادخواهی از این قضیه. نقطه‌ای که خانم بازرگان هم بهش خوب اشاره کردن این که برای جلوگیری که حافظه تاریخی رو از دست ندیم، برای جلوگیری از اینی که تکرار نشه، این بار به زبان دیگه، با توجیه دیگه. ببینید زمان شاه میگفتن شکنجه برای اعتراف گرفتن، یک سال بعدش در حکومت اسلامی تبدیل شد به تعزیر، همون عمل اسمش عوض شد. ما برای اینو باید برای نسل جدیدمون بذاریم که آزار و اذیت زندانی به هر شکل و شمایلی، به هر عنوانی حرکت غیر انسانیه. اینو از حاصل این 40 سال اخیر باید به عنوان یک سند توی جامعهمون ثبتش کنیم، جامعه از این مسیر عبور بکنه. بله، من ببخشید شما رو قطع میکنم با خاطر وقت برنامه. سوالی دارم از شما، ازم خانم بازرگان میخوام از نظر شما، البته لطف کنید خیلی خلاصه و کوتاه برای ما توضیح بدید، به نظر شما اهمیت خاوران در صحنه سیاسی ایران چی هستش و چه نقشی میتونه در فردای سردگونی جمهوری اسلامی داشته باشه؟ همون که بهشون گفتم، خاوران و کشتار زندانیان اساسی در سال 67 بی سابقه است. هیچ کجای دنیا، در آرژانتین وقتی در شروع کردن مادران آرژانتین که اعتراض میکنن، اونها بچه هاشون در خیابان میدوزیدن، دو روز بعد جسد کشته شده شون اونجا میداختن، یه چیزی مثل قفای زنجیره‌ای بود. ولی اینکه شما زندانیان سیاسی رو بکشید هیچ جای اتفاق نیفتاده و این پاشنه آشیل رژیم جمهوری اسلامیه و برای همینه که هیچ کدوم از جنایت های دیگرش رو اینجوری پنهان نمی کنه. ولی وقتی به 67 میرسه همشون لکنت زبون میگیرن و همشون ادعا میکنن که من نبودم، دستم بود، من شرکت نداشتم. اینه که ما باید کشتار 67 رو برجسته بکنیم، نه به این دلیل که جنایت های دیگه رژیم کم اهمیت یا جان دیگران ارزش نداشته، به این دلیل که این کار بی سابقه است و هیچ رژیمی به خودش اجازه چنین جنایتی نداده. و اگر ما تونسته بودیم در صحنه بین المللی به صورت درست مطرح کنیم و واقعا به جامعه بین المللی نشون بدیم که اینها چه رژیمی هستن، این جنایت ها تکرار نمیشه و این رژیم قابل ادامه نبود. ولی متاسفانه ما هم نتونستیم کار خودمون رو انجام بدیم. ولی من الان خوشحالم که جنبش دادخواهی در ایران پا گرفته و الان مادران داغدار در کنار یکدیگر قرار گرفتن. کسانی که در 88 بچه‌هاشون از دست دادن الان در کنار مادران آبان و مادرانی که دیما قرار گرفتن و عکس‌های دست جمعی میگیرن و اینا، جنبش دادخواهی تازه در داره در کشور ما پا میگیره و مردم متوجه میشن که جزای دگراندیشی و جزای مخالفت با رژیم در قدرت اعدام، دار و درش و قبرستان ها نیست. ممنون جناب نیرو. لطف کنید دوست داریم نظر شما را در مورد این اهمیت خاوران در صحنه سیاسی ایران و چه نقشی میتونید در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی
داشته باشیم. من گفتم خاوران یه سنده، اسم خاوران به عنوان یک سند باقی میمونه، چه در اصحان ما، چه در کتب تاریخی، چه در همه جای به عنوان یک سمبل جنایت، جنایتی که نمیشه دیگه ازش عبور کرد، همونجوری که کوره های آدم سوزی رو دوباره نمیشه برپا کرد. اینو از این زاویه باید بهش نگاه کرد که چه امروز چه فردای حکومت ایران، خاوران اسم رمز عدم شرکت در جنایت، خاوران اسم رمز اینه که جنایت را حل مسائل نخواهد بود. میتونید بکشید ولی اندیشه باقی میمونه، میتونید بکشین ولی خانواده ها پیروانشون باقی میمونن، فقط حزم فیزیکی خواهد بود. بله، با تشکر از اینکه با ما و بینندگان برنامه آزادی زندانیان سیاسی همراه بودیم، یک بار دیگه از حضورتون در برنامه ما تشکر میکنم. گفتگوی من رو با لادن بازرگان و امیر نیرو از خانواده های جانباختگان دهه 60 و تابستان 67 را شنیدیم. خاوران تنها یک گورستان نیست. خاوران نماد جنایت یک حکومت و استقامت یک نفر از آزادی خواهان هستش. خاوران سند جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی هستش. در اینجا به انتهای برنامه‌مون رسیدیم. با تشکر از همراهی شما عزیزان، اما قبل از پایان برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به راه‌های تماس با ما تا برنامه دیگر از برای آزادی زندانیان سیاسی.